با سلام و درود به شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، به برنامه این هفته افق برابری خوش اومدید. برنامه این هفته بحثی است در رابطه با جنایت‌های گروه داعش در شمال کردستان عراق و سوریه و کلاً در جهان. در این رابطه مصاحبه‌ای داریم با خانم ناهید مکری، فعال جنبش زنان، و ضمن خوش آمدگویی به دوست عزیزمون ناهید مکری به این برنامه خوش اومدید. از سلام و درود دارم خدمت بینندگان این برنامه. خیلی ممنون که دعوت منو قبول کردید و به این برنامه تشریف آوردید. اگه اجازه بدید، همونطور که گفتم بحثمون در رابطه با جنایت‌های نیروهای داعش در کردستان و کلن در سوریه و در کل جهان. شما این وضعیت رو چطور میبینید؟ میتونید یه مقدار توضیح کلی بدید در اول بحثمون؟ شاید لازم باشه یک مقدار برگردیم به این پیشینه که در چند دهه اخیر بعد از انقلاب اسلامی یا انقلاب اسلامی که توی ایران به اسم انقلاب اسلامی ثبت شد، در حالی که خب واقعا اصل انقلاب یک انقلاب اسلامی نبود، ولی در هر حال بعد اون حرکت‌های تندرو اسلامی تقریبا توی همه جای دنیا تونسته فرصت رشد و نمو بیشتر پیدا بکنه، که بخشش من فکر می‌کنم برمیگرده به این که منابع اصلی قدرت اسلامی، قدرت سرمایه و پول در دست عربستان سعودی به عنوان مهد اسلام همیشه تو دست اون بوده، ولی زمانی که رژیم اسلامی توی ایران فرصت رشد پیدا میکنه، اون شراکتی که میخواد توی کانون قدرت اسلام پیدا بکنه، یعنی اون اختلاف بین شیعه و اهل تصنع که هر کدوم به زعم و سبک خودشون میخوان اعلام یک حکومت اسلامی جهانی داشته باشن، علت این که اسلام یک بینش جهان شمول خودش رو تعریف میکنه و هر طیف از اسلام فرقی نمیکنه، چه اهل تسننش که معتقد به خلیفه گری واحد اسلامیه و اهل تشیع که معتقد به ظهور مهدیه، و هر دوتای از اینها تصور میکنن که یک روزی باید جهان رو تحت سیطره خودشون داشته باشن، و به خاطر این فکر طبعا اختلافاتی که بین این دو طیف قرار میگیره، اختلافاتی که بین به قول معروف گرفتن قدرت از دست سرمایه‌داران عربستان سعودی و ایران و رقابتی که اینها برای ترویج و به قول معروف گسترش اسلام توی مناطق مختلف انجام میدن، عامل این شده که ما به سرعت خیلی بیشتری رو ببینیم در مورد رشد و نموی که گروه‌ها و احزاب اسلامی توی مناطق مختلف حتی توی کشورهای اروپایی داشتن، چون بالاخره از زمانی که اسلام اومده، حالا ما بیشترین برنامه توی روی مسئله داعش کاری به ادیان دیگه فعلا نداریم، چون من تصور خودم اینه و تحقیقاتی هم که شده این رو میگه که ادیان یک سلسله زنجیری هستن که به هم مرتبطن، یعنی یک ایدئولوژی مردسالارانه برای گرفتن قدرت و پول، نه اینکه یک بینشی که واقعا از آسمان نازل شده. بالاخره یک دروغ محض که از این طریق اندیشه مردسالار تونسته پایگاه خیلی محکمتری، اون قیود رو جوری ایجاد بکنه که مردم خودشون خودخواسته به قول مرد باج، مالیات، زکات و انواع مختلف پولی که به جیب مذهبیون ریخته میشه توی حالا مسیحیتش، یهودیتش یا اسلامش فرقی نمی‌کنه، ولی بحث ما امروز چون اسلام ما بیشتر اون بحث رو مورد نظر قرار میدیم. من می‌خواستم اینو بگم که از اون 1400 سال پیش تا حالا اسلام همیشه سعی خودش رو کرده که هر جایی که بتونه خودش رو گسترش بده، هم از زمان خلفایی که بعد محمد سر کار اومدن که زمان عمر بوده، حدود 16 کشور اسلامی دقیقاً به همین سبکی که داعش الان داره اون رو برای ما به نمایش میذاره که مناطق مختلف عرب نشین و خصوصا کرد نشین، دقیقاً همون کار رو اون زمان انجام دادن، یعنی اینها هدفشون گسترش بوده تا به امروز، و بر اساس شرایطی که پیش اومده اون نوسانات ایجاد شده، شاید توی
زمانهای مختلفی یک رکودی روی این مسئله بوده. وقتی که اینها از نظر ثروت و قدرت تأمین بودن، یک مقداری مسئله جنگ مسکوت مونده، ولی توی فرصتهای دیگه دوباره این جریان رشد داشته. خب در شرایط فعلی این چرا رشد کرده؟ چرا باز این مسئله پدید اومده تو این دنیایی که صنعت داره روز به روز رشد میکنه، دنیای روشنگری؟ این مسئله چرا در حال حاضر باز تولید مسکن کرده؟ خب میدونی وقتی که تفکری که منجمد فریزه و فکر مردم رو تحت سیطره خودش قرار میده، طبعا اگه هرچی ما تلفیق اون مدرنیته و سنتگرایی رو توی بخش‌های مختلفی از جهان داریم، مثلا ما شاید یک مدت پیش با هم دیگه یک بحثی داشتیم روی مسئله که تلفیق مدرنیته و به قول معروف مذهب و سنتگرایی تونسته اصلا فاجعه آفرین باشه توی خیلی از مناطق، که زنها توی محدودیت مذهبی سنتی یا مردم توی فقر فرهنگی ایجاد به قول معروف قرار دارن. اون تلفیق همیشه نمیتونه، که به قول معروف مدرنیته همیشه نتونسته یک ارمغان خوب برای ما باشه توی همه جای دنیا. اولا که گذار از مرحله سنتی به یک مرحله مدرن همیشه حتی توی کشورهای اروپایی هم باج خودش رو داشته و زنها و مردها و طیف‌های مختلف از جامعه همیشه خسارت‌هایی رو متحمل شدن که بتونن یک گامی رو به جلو بردارن. ولی کجاها این مدرنیته تونسته موفق باشه؟ جاهایی که تونسته به مردم بگه انسان‌ها رو به عنوان فرد قبول بکنه و انسان‌ها بتونن اون فردیت خودشون صاحب اندیشه باشن، صاحب فکر باشن و یک نفر دیگه مدام برای اونها تصمیم نگیره، حقوق فردی مشخص شده تر به قول معروف شده باشه و تو اون چهارچوب قانونی خودش حرکت بکنه. شاید ما بیشترین حالت رو توی این مسئله بعد از جنگ جهانی دوم تونستیم ببینیم، که توی کشورهای مختلف اروپایی یک مقدار امنیت بیشتری برای یا مثلا استرالیا یا بخشی از قاره آفریقا امریکا یک آرامش بیشتری به قول معروف به خودش دیده، وگرنه همیشه ولی توی مناطقی که سنتگرایی و مذهب ریشه عمیق‌تری داره، به همون میزان شما سطح سواد آگاهی مردم رو توی یک حد پایین‌تری می‌بینید. مثلا از مصر یا کشورهای افریقایی که نگاه بکنید تا کشورهایی که توی خاورمیانه هستن و فجایعی که توی مناطق هر روز ما شاهدش هستیم، این نشون دهنده اینه که همیشه آموزش و پرورش دولتی، آموزش و پرورش به قول معروف عمومی توی سطح جامعه نتونسته خدمت بکنه به اینکه افراد رو صاحب فکر خودشون بکنه و همیشه یک تحمیلی بوده، که این تحمیل از طریق مذهب، از طریق اون سنتی که توی اون جامعه حاکم بوده تونسته اقشار سطح پایین جامعه رو تحت سیطره خودش قرار بده و از اونها توی مواقع لزوم استفاده بکنه، مثل همین شرایطی که الان برای مثلا گروه های مثل طالبان، مثل همین داعش یا بوکو حرام توی نیجریه تونستن ازش استفاده بکنن، از اون ناآگاهی عمومی، از اون به قول ما تصورات منفی که یا فرصت های منفی که دین در اختیار جنگجویانش قرار میده، کسایی که به اسم جهاد میتونن دزدی بکنن خیلی راحت بدون اینکه مجازاتی در انتظارشون باشه، میتونن تجاوز بکنن و اسم تجاوز رو بذارن که آره این کنیزی که ما توی جنگ اسیرش کردیم، اینها کافر هستن، بی‌دین هستن، و تمام راههایی که یک مرد کوته فکر به قول معروف که صاحب اندیشه نیست خیلی راحت میتونه از مزایایی که برای خودش به عنوان فرد تعریف کرده استفاده بکنه بدون اینکه به حقوق دیگران توجهی بکنه. در نتیجه اون چیزی که ما الان می‌بینیم یک بخشی از اون تحمیل تفکر اسلامی که روی اسم خودش هم هست، اسلام دین تسلیم، دینی که تو نمیتونی در موردش فکر بکنی، هیچ چرایی وجود نداره، هر چی هست جوابش پیش خداست و تو باید مطیع محض باشی، صاحب فکر نیستی، نتیجهش طبعا همونی میشه که ما الان داریم میبینیم. در رابطه با همین بحثی که شما میکنیم، من شنیدم خیلی ها میگم که اسلام واقعی با این طرز تفکری که داعش داره، با کارهایی که داعش تعالا کرده خیلی فرق داره و خودشون رو توجیه میکنن در این رابطه. شما چی میگید؟
من تصور میکنم سالهاست، شاید از زمانی که من تونستم خودم به شخصتون چند سالی که توی اروپا هستم بتونم علنی روی مسئله دین حرفی داشته باشم، همیشه فکر کردم بیشترین لطمه رو به قشر عادی جامعه کسایی میزنن که سعی میکنن رنگ اسلام رو عوض بکنن، از این یک آفتاب پرست درست بکنن که هر دفعه به یک شکلی در بیاد و بتونه دوباره به خودش رو به مردم تحمیل بکنه. من فکر میکنم اساس اسلام اون چیزیه که ما توی، یعنی اون چیزی که خود اسلامیون سطح بالا بهش شد، فرق نمیکنه اهل تسنن یا اهل تشیعش بهش معتقدن، اون منبع هم یک منبع به اسم قرآن. تمام این اتفاقاتی که الان داره میفته، طالبان انجام میده، گروه داعش انجام میده، بوکو حرام انجام میده، چیزیه که توی نص صریح قرآن وجود داره، کاریه که زمان محمد انجام شده. الان آخرین خبری که من شنیدم بوده که جدیداً یکی دو تا از این روستاهایی که زرتشتی نشین هستن، ایزدی‌های عزیز اونجا زندگی میکنن، حدود 600-700 مرد اینها رو دوباره گردن زدن، تیرباران کردن و کشتن، زنها و بچه‌هاشون رو بردن. این آخرین ماجرای یعنی به غیر از اونی که توی شنگال اتفاق افتاده، دقیقاً زمان محمد این اتفاق افتاده. یعنی اون منطقه یهودی نشین بوده، یکی از اقشاری که اونجا زندگی میکردن یهودی ها بودن. فقط یکی از قبایل اون موقع که قبیله بنی قریظه بوده، 700 مرد این قبیله رو، 900 مرد این قبیله رو تو یک روز گردن زدن و همون روز با زنهای اینها به قول ما تجاوز کردن بهشون، به اسم اینکه اینها دیگه زنهای ما هستن و میتونیم ازشون استفاده جنسی بکنیم. یعنی این چیزی که توی قرآنه و اون ضرر و لطمه‌ای رو که الان مردم ما دارن میخورن، بخشش به خاطر اینه که ما به اسم احترام به عقیده مقابل جلوی روشنگری رو داریم، جلوی پروسه روشنگری رو داریم میگیریم. یعنی اون چیزی که من حداقل توی کردستان شاهدش هستم، یا توی بخشی از مناطق ایران، یا چه میدونم خاورمیانه ما شاهدش هستیم، دقیقا همینه. به اسم اینکه باید به احترام بگذاری به عقیده طرف مقابل. خب از خودمون نمیپرسیم اگه یک تعفن اینجا باشه که به من بگه باید به این تعفن احترام بذاری، طبعا من قبول نمیکنم. وقتی اندیشه ضد انسان، ضد زن و تو نمیتونی قبولش بکنی، چرا باید به یک اندیشه احترام بگذاریم؟ ما باید جدا بکنیم اینکه ما به انسانها احترام میذاریم با هر مسلک، اندیشه، فکر، رنگ پوست، جنسیت یا هر چیز دیگری، ولی به عقایدی که ضد انسانه مجبور نیستیم احترام بگذاریم. به یک ایدئولوژی که میتونه نفرت برانگیز باشه، این همه کشتار از قبلش در میاد، چرا باید احترام بگذاریم؟ ولی همه انسانهایی که مسلمان هستن، اصل انسانها قابل احترام هستن، ولی ایدئولوژی قابل احترام نیست اگه ضد انسانی باشه. و این باید توی فرهنگ ما جا بیفته که ما بتونیم دبات داشته باشیم، بحث داشته باشیم، حداقل اون سیستم آموزشی تو اون حداقل فرصت 20 و اندی ساله که ما توی کردستان، شمال کردستان داشتیم، باید از این فرصت توی تغییر آموزش و پرورش توی منطقه کار میکردیم روش، که متاسفانه کار نشده، اتفاقا بالعکس فرصت داده شده به اینکه احزاب اسلامی رشد خیلی زیاد داشته باشن، وزارتخانه مخصوص بذاریم برای به اسم وزارتخانه اوقاف که تغذیه بکنه تمام آخوندهایی که تو اون منطقه هستن، بودجه کلان دولتی در اختیار اینها بگذاره، که اینها خودش طبعا همون عامل خطر میشه. الان اون چیزی که داعش داره انجام میده فقط بخش خارجی که ما شاهدش هستیم. خیلی از این افرادی که توی کردستان هستن، کرد هستن و الان توی شمال کردستان، جنوب کردستان و مناطق مختلف کردستان دارن زندگی میکنن، طرفدار این گروه هستن. چرا؟ چون به اون تفکر اسلامی معتقدن. همین مدت پیش، شاید توی این یکی دو هفته پیش، چندین دفعه توی شهرهای مختلف غرب کردستان، توی سرقس، توی سنندج، مریوان، گروه هایی که طرفدار داعش هستن اومدن و تظاهرات کردن توی فاصله های کوتاهی، و این زنگ خطر رو برای ما به صدا در میاره که این تفکر، تفکری که حتی توی خود به قول معروف مناطق کردنشین نیروی نفوذی داره
و اون چیزی که فکر میکنم عامل خطر اصلی به این همه. بحث برمیگردیم در آخر بحثمون اگه اجازه بدی، ولی میخوام دوست دارم باز برگردیم به مناطق کردستان، وضعیتی که روی زنها به وجود اومده، داعش جنایتی که علیه زنان کرده. همونطور که میدونید صدها زن مورد تجاوز داعش قرار گرفتن، وضعیت بسیار هولناکی دارن. میتونی یه مقدار صحبت کنی که تحقیقاتی که شما کردید تو چه وضعی هستن، چه کار کردن، شما چه کار کردید برای این وضعیت؟ راست شرایطی که الان اونجا حاکمه واقعا چیزی که غیر قابل بیانه، غیر قابل توضیحه. یعنی شاید خیلی وقتا تیکه های خیلی کوچک چند ثانیه یا چند دقیقه از ویدیوهایی که از اون مناطقی که درگیر جنگه وضعیت زنان و کودکان رو ما میبینیم، حتی اون چند دقیقه رو نمیتونیم تحمل بکنیم، چه برسه اون پروسه چندین هفته‌ای که اینها دارن طیش میکنن. تازه این فقط مال مناطقی که ما به عنوان کرد یک مقدار بیشتر روش حساس هستیم، در حالی که این گروه ها توی مناطق مختلف عرب نشین هم همین کار کردن مدت خیلی طولانی، شاید بیشتر از یک سال که توی میشه شرق کردستان اینها شهر کوبانی رو تحت محاصره قرار دادن و این اتفاق اونجا هم داره میفته، توی شمال افریقا، توی نیجریه داره این اتفاق میفته. و وضعیت زن ها از همه اینها هولناک‌تره، به خاطر اینکه یکی از کارهای اساسی که اسلام میکنه اینه که از طریق، چون به علت اینکه باور مردسالارانه توی اسلام تقریبا توی اوج خودشه، یعنی باور مردسالارانه منفی تو اوج خودش قرار داره و اینها فکر میکنن که زن فقط یک ابجکت جنسیه برای زاد و ولد و تو میتونی نسل‌ها رو از طریقش نابود بکنی. به قول معروف اون خلوصی که تفکر مردسالارانه به تولید نسل معتقده، تو میتونی از طریق تجاوز این خلوص رو از بین ببری. حالا به غیر از اون کشتاریه که میشه، اینها کشت زنهایی رو، خیلی از زنها رو توی شنگال هم گرفتن، تجاوز کردن و همون لحظه متاسفانه یا سر بریدن یا کشتن و یک بخشیشون رو به خرید و برای فروش توی بازارهای شام عرضه کردن. و وضعیت واقعا غیر قابل توضیحه. فقط چیزی که من میتونم بگم اینه که اتفاقی که الان داره برای زنها توی منطقه میفته اتفاقیه که قابل پیشبینی بود و بارهای بار ما در موردش صحبت کردیم که این اتفاقات هم در زمانهای قبل، در چندین سده قبل اتفاق افتاده. مردمی که توی الان کردنشین هستن و مسلمان هستن، اینها هیچ وقت مسلمان نبودند، زبان عربی بلد نبودند، ولی اسلام از طریق اون تحمیل، تجاوز، اون سربریدنی که داشته توی این مناطق خودش رو گسترش داده و طبعا نتیجهش این چیزیه که الان داریم میبینیم که زنها تو چه وضعیت بحرانی هستن. کاری که ما تونستیم، یعنی سعی کردیم که انجام بدیم، بوده که چند جلسه با یک سری از خانم‌ها و فعالینی که توی کشورهای مختلف اروپایی هستن و بخشی توی کردستان، توی داخل کردستان ارتباط برقرار بکنیم که بتونیم این پروسه‌ای رو که فکر میکنم یک عاملی هم بوده برای مسکوت موندن این جریان، حدود حداقل 530 زن تا دو سه روز پیش و شاید یک عده خیلی زیادتری که تا این یکی دو روزه 560 نفر دیگه، بله، که اینها رو هم دزدیدن. ولی این با اینکه آمار خیلی خیلی بالاییه، ولی اون واکنشیه که باید توی مجامع بین المللی داشته باشه رو نداره، یا توی کشورهای مختلف باید یک واکنش اساسی بهش بشه. من فکر میکنم اگه مثلا یک خانم اروپایی رو توی کشوری مثلا مثل چه میدونم همون کردستان ما میدوزیدن، چه اتفاقی برای رسانه ها توی دنیا میافتن؟ راستش یکی از سوالات هم اینه که چرا هیچ اعتراض توده‌ای نشد؟ اصلا چرا تو خود کردستان هم اگه بازم برگردیم به مسئله کردستان، چرا مقاومت نشد؟ چرا علیه این جنایت هیچ مقاومت بخصوصی نشد؟ همونطور که شما میگه اگه یه جریان خیلی عادی اتفاق میفته، دنیا، رسانه های دنیا دارن داد میزنن علیه این مسئله، ولی چرا این مسئله به این شکل بود؟
من فکر میکنم بخشش به این برمیگرده که کشورهای اروپایی به خاطر کارهایی که خودشون کردن یک مقدار خودشون رو درگیر مسئله اسلام میبینن. حرکت‌های تندرو اسلامی توی کشورهای اروپایی هم همیشه تونسته تنش ساز باشه، مثلا کاریکاتوریست دانمارکی که مورد ضرب و شتم واقع شده، یا چه میدونم که اتفاقاتی که مدام توی کشورهای اروپایی هم ما شاهدش بودیم کاری کرده که کشورهای اروپایی اون جرأتی رو که توی بیان صداقت یا بیان حداقل مسائل حقوق بشری که خودشون بهش میگن ما بهش معتقدیم، اون صداقت رو از دست بدن به خاطر اینکه از ایجاد تنش توی کشورهای خودشون واهمه دارن. من توی چند هفته اخیر چند تا تظاهرات توی لینک هایی که فکر میکنم توی یوتیوب هم الان در دسترس عموم هست که تظاهراتی که داعش توی انگلیس انجام داده که اصلا یک چیز غیر قابل باوره وقتی آدم ویدیو رو میبینه، یا توی هلند یا توی آلمان حرکت هایی که، یا توی بلژیک، توی کشورهای مختلف به قول طرفداران یک همچین گروه تروریستی خیلی علنی میرن توی خیابون و تظاهرات میکنن و دولت به جای اینکه یک راهکار پیدا بکنه که جلوی اینها رو بگیره، یا مثلا توی آلمان بر اساس اون چیزی که خود دولت آلمان آماری که ارائه داده بود گفته بود که 400 نفر رو میدونه مستقیما توی جنگ‌های سوریه و کردستان دخیل بودن، یعنی از آلمان رفتن اونجا. یا استرالیا همینطور، عکسی که خیلی خبرساز شده بود، پدری که دوتا بچه خودش رو با خودش برده، خودش سر یک نفر رو بریده و بچه 9 سالش اون سر رو توی دستش داره. به قول من این فجایعی که اتفاق میفته یک جوری من فکر میکنم اونها رو دچار واهمه کرده که اگه بخوان خیلی توی این مسئله اطلاع رسانی وسیع بکنن امکان داره این خطرات به داخل خود کشورها اینها هم برگرده، که فکر میکنم مسکوت گذاشتن این مسئله هیچ کمکی بهشون نمیکنه، چون تفکر اسلامی تفکری نیست که با قول معروف لاپوشونی یا اینکه در موردش صحبت نکنی بتونی این جریان رو برای خودت حل کنی. اون چیزی که اونها لازم دارن در حال حاضر اینه که یک بازتعریفی بکنن از مسئله دموکراسی، که فکر میکنم یکی از فجایعی که ریشه بخشی از اون فجایعی که اتفاق میفته الان از کشورهای اروپایی، خیلی از این تروریستای به نام توی کشورهای اروپایی لنگر انداختن، توی کشور آزاد دارن زندگی میکنن، تفکر خودشون توی انواع مدل مسجدها دارن تبلیغ میکنن، ترویج میکنن، هر روز یک مسجد توی این کشورها بنا میکنن، در حالی که من فکر میکنم دموکراسی به معنای این نیست که یک چیزی ضد دموکراسی بتونه توی دموکراسی رو شنومو بکنه. مثل اینه که به من بگن خب بیا یک دکتر بیاد بگه خب شما که خانم مثلا فلان عضو سرطان داره، این سلولی که سرطانی شده سلول خودته، اجازه بدونم حق حیات داره مثل بقیه سلولای تو، در حالی که این سلول دیگه یک سلول سالم نیست و نمیتونه اگه بمونه من رو هم از بین میبره و من مجبورم اون عضوم رو قطع بکنم. فکر میکنم کشورهای اروپایی باید این بازتعریف رو بکنن که دموکراسی شرایطیه برای کسایی که به حقوق انسان معتقدن، نه اینکه من فرصت مهیا بکنم که مثلا بگیم آره خب یک دوز بذار اشکال نداره، بذار از دیوار فلانی بره بالا. چرا جلوش رو میگیری؟ چون کارش یک کاریه که نرم جامعه رو از بین میبره. دقیقا. شما در رابطه با بچه ها صحبت کردید، کودکانی که سر بریده شده رو هم کنن، بالاخره از طرف والدینشون این اجازه بهشون داده میشه، یا زنایی که بهشون تجاوز شده و در کشورهای دیگه مثل برده، حتی من شنیدم که 150 دلار در ازای هر زن شد. اینا چیزایی که داره حالا اتفاق میافته، ولی در آینده از نظر روحی اینا چه مصیبتی رو باید بکشن؟ میدونید به مسئله خوب اشاره کردید. خانم هایی که توی شنگال یک عدهشون رو از این گروه داعش، یک عده از این خانم ها رو گرفته تجاوز کرده و دوباره برگردونده به اون عشیره یا قبیله خودشون، اون دخترها مثلا خواستن که اینها رو از بین ببرن چون اینقدر بار روحی نامساعدی داشتن. اون فرهنگی که توی مناطق ما هم حاکمه، مسئله ناموس، مسئله شرفی که اینقدر زیر گوش دخترهای جوان خونده میشه که تو باید این رو حفظ بکنی،
حتی یک خانواده که مادر در مورد دخترای خودش حرف زده، گفته سه تا دخترم وقتی برگشتن حوار زدن، جیغ زدن که ما رو بکشید چون اینها به ما تجاوز کردن، وقتی هیچ کس این کارو نکرده، اینها خودشون رو از کوه پرت کردن پایین. یعنی یک تعداد از خانم هایی که بهشون تجاوز میشه الان خودشون دارن خودشون رو از بین میبرن، و این چیزیه که برای فعالینی که توی این عرصه دارن کار میکنن که باید یک گروهی واقعا سریع برن و توی روی این مسئله کار بکنن. اینکه این تجاوزاتی که الان میشه، دقیقا تجاوز یک ابزار شکنجه است، مثل کسی که شلاق زده میشه فرقی نمیکنه، کسی هم که مورد تجاوز واقع میشه باید این تفکر رو براش سالم سازی بکنه که نباید به این به عنوان یک مسئله حد که حیثیت نگاه بکنه. یعنی سعی بکنیم بر اساس اون فرهنگی که الان توی اون جامعه است بتونی یک مقدار هم از نظر اجتماعی محیط رو برای اینها بهتر بکنی، همین که به خودشون آسیب نزنن بیشتر از اون چیزی که حداقل تا حالا اتفاق افتاده. ولی در مورد بچه ها من میخوام اینو بگم که بچه ها قربانی از هر دو طرف هستن. بچه هایی که الان در دست گروه های تروریستی یا دزدیده میشن از مناطقی که حالا درگیر جنگ هستن و اینها رو مجبور میکنن که دروس اسلامی بخونن، مجبورشون میکنن دوره های رزمی ببینن، مسلح بشن و علیه خانواده های خودشون وارد ستیز بشن، مثل همون چیزی که اون مسیحی افراطی توی آقای نمیدونم کونی چی اسمش، اون بچه ها رو وادار میکنه که خواهرای خودشون، فامیلای خودشون رو بکشن. دقیقا همین توی گروه داعش هم داره اتفاق میفته. یعنی یک بخشی از این کودکان که بدون اینکه خودشون بخوان از طریق پدر، فامیل وارد این گروه ها میشن، یک بخشیشون از بچه هایی که توی مناطق جنگی هستن و اینها رو میدوزدن ازشون استفاده میکنن، و طرف مقابل بچه هایی که قربانی میشن، بچه هایی که خیلی سنشون پایینه، پدرها و مادرهاشون فامیلای نزدیکشون رو جلوشون یا سر بریدن یا تیربارون کردن، بچه هایی که هنوز توی کوههای شنگال بدون حتی یک فامیل، یعنی بچه های خردسالی که حتی یک فامیل ندارن که اینها رو حمایت بکنه، توی این کوه ها موندن و تعدادشون خیلی زیاده، که اینها آسیبیه که بچه ها از هر دو طرف ماجرا، هم به عنوان قربانی از جانب کسایی که مورد حمله واقع میشن، هم از جانب کسایی که مسلح هستن دوباره مورد سوء استفاده قرار میگیرن متاسفانه، که باز هم بر اساس اون آیاتی که توی قرآن وجود داره، اینها تجاوز به بچه های پسر رو هم تقریبا برای خودشون مباح میدونن، همون چیزی که توی افغانستان خیلی به وفور قابل مشاهده است، که ما مثلا توی دو جای قرآن بحث از غلمان میکنه، یعنی پسر بچه هایی که هنوز مادر نیاوردن. یعنی میخوام بگم که این تجاوزات فقط به زنها ختم نمیشه، به بچه هایی که هم به عنوان سرباز توی خدمتشون هستن و هم به عنوان قربانیان میتونه وجود داشته باشه، که باید واقعا تا جایی که میشه کمک رسانی بشه به این طرف از جامعه که واقعا مظلومترین طیف هستن، که نمیتونن نه دفاعی بکنن. زنها و بچه ها همیشه بیشترین صدمات رو متاسفانه میبینن. دقیقا. شما فکر میکنید عواقب این وضعیت به کجا ختم میشه؟ نه، نفع جمهوری اسلامی در این وضعیت چیه؟ نفع کشور ترکیه و آمریکا؟ دوست دارم کلی در این رابطه هم صحبت کنم. میدونی من تصور میکنم که بخشی از این جریانات رو کشوری مثل ایران واقعا تغذیه میکنه، به خاطر اینکه اینها همیشه معتقدن به اینکه توپ رو باید توی زمین طرف مقابلت بندازی که حواسشون به تو نباشه. اینه که جریانات سنی سلفی، سنی افراطی رو اینها تغذیه کردن، مقرهایی که سردمداران حتی طالبان یا گروه های تروریستی توی افغانستان و پاکستان ایران رو به عنوان مقر و کانون فرماندهیشون ازش استفاده میکردن. یعنی همیشه یکی از منافع عمده‌ای که ایران تونسته برای اینه که بگه اینها اسلام خشن رو دارن، ما یک مقدار معتدل‌تری و یک وجه مثبت‌تری از خودش به جهان نشون بده، در حالی که واقعا اینطور نیست. و فکر میکنم کانون خطر در اصل همون ایرانیه که الان آخوندها برش حکومت میکنن. ولی اگه حالا منافعی که بخوایم خیلی سریع ازش بگذریم، فکر میکنم ترکیه توی این فاصله که جریانات
بحث از این شد که کردستان میتونه اعلام استقلال بکنه به خاطر اختلافاتی که با حکومت مرکزی توی عراق داشت. اولین کسی که با این جریان موافقت کرد دولت ترکیه بود که واقعا خیلی یک مقدار شوک دهنده بود به جامعه که دولتی که خودش سالها کردها رو سرکوب کرده چطوره که الان داره کمک میکنه. ولی خب شاهراهای نفتی که از کردستان که بهترین یا بزرگترین منابع نفتی عراق رو در خودش داره، الان این شاهراهای نفت مستقیما به ترکیه کشیده شده. قیمت نفت شاید یک سوم قیمت جهانی در اختیار دولت ترکیه قرار داره و این جنگ هایی که الان شروع شده کاری کرد که بحث کردستان مستقل یا یک کشوری به نام کردستان مقدار به تعلیق بیفته. چون اگه شما دقت بکنید مرز کوبانی توی شرق کردستان دقیقا آخرین شهریه که شهر مرزی به ترکیه است، یعنی اگه کوبانی به قول معروف به دست داعش بیفته ترکیه میشه هم مرز با داعش. و این خیلی عجیبه که نیروی کمکی نمیفرسته و هیچ کاری نمیکنه. یک مقدار اینکه بحث این هم هست که ترکیه تبدیل شده به مکانی برای زخمی ها و مجروحینی که داعش داره و اینها یک مقدار این سوالات رو به ذهن متبادر میکنه که اینها دارن از بازی هایی که با اسلام، نفت و مردم توی این منطقه میکنن چه منافع مالی دارن به جیب میزنن. ولی من فکر میکنم تو نهایت حتی به ضرر خودشون هم تموم میشه. این درآمدزایی نمیتونه مدت خیلی طولانی باشه و این حرکت های اسلامی تندرو طبعا به هیچ کدوم از اینها در نهایت رحم نمیکنه. و اگه شاید در مورد امریکا بگیم، امریکا هم خیلی وقتا علنی در مورد این صحبت کرده که ما دنبال این هستیم، دنبال منافع خودمون هستیم. این گفته دولت مردان امریکا است که به کرات از تریبون‌های مختلف گفته میشه. اینها همیشه گفتن که ما نمیخوایم جنگ با تروریسم رو به داخل امریکا ببریم، در نتیجه حاضریم جنگ با تروریسم رو در خارج از مرزهامون داشته باشیم. طبعاً منابع نفتی باز هم بخشی باشه از اون چیزی که اونها میخوان، وگرنه این حرکت‌های تندرو نمیتونستن به این میزان رشد بکنن و فرصت بهشون داده بشه که اینها بیان جنایت‌هاشون رو بکنن، یک شهر رو، یک مردم خیلی زیادی رو به قول معروف دچار یک فاجعه انسانی بکنن. و بعد اینکه فاجعه میاد تازه اینها تصمیم میگیرن که آره دفاع بکنن، نیروی هوایی بفرستن یا نفرستن. و این سوالاتیه که واقعا برای خیلی ها پیش میاد که خیلی جاها نتیجه‌ش اینه که مسئله مالی برای اینها مسئله یکم و مسئله اوله و اون بحثی که از مسئله انسانیت میشه فکر میکنم خیلی تو اولویت بندی اول و دوم اینها نیست. ممنون. سوال آخرم در رابطه با وضعیتی که حالا زنان در کردستان یا کشورهایی که شما صحبتش کردی که برشون به وجود اومده چه جنایتی روشون شده، ما مثل پیشروان یا کل پیشروان چه وظیفه ای داریم در قبال این مسئله، چه اقداماتی باید بکنیم برای بهبود وضعیت، چه کمکی میتونیم باشیم؟ شرایطی که الان به وجود اومده فکر میکنم از چند طریق آدم میتونه یک مقدار، حالا نمیگم اثر خیلی جدی، ولی حداقل تلاش خودش رو بکنه. اینکه از طریق حالا گسترش این بحث به جوامع بین المللی که واقعا چه جنایتی الان داره اونجا اتفاق میفته، استقرار حکومت اسلامی به اسم داعش که نقشه‌ای که داده، نقشه‌اش حتی بخشی از اروپا رو، همون یعنی نقشه‌ای که برای قدم‌های اول خودش در نظر گرفته بخشی از اروپا رو هم حتی شاملش میشه به غیر از خاورمیانه، بخشی از افریقا. اینکه بتونیم اطلاع رسانی بکنیم که این خطر فقط خطری نیست که توی محدوده خاورمیانه اتفاق باقی بمونه، این خطر امکان پیشرویش خیلی خیلی زیاده به علت اینکه نیروهای نفوذی یا طرفداران گروه‌های تروریستی شیعه و سنی توی مناطق مختلف دنیا جا خوش کردن و این خطر رو باید اینها درک بکنن. این کاری که آدم میتونه در مورد کشورهای اروپایی انجام بده که این اطلاع رسانی مقدار دقیق تر باشه و اینکه اتفاقاتی که فجایع انسانی که اتفاق میفته چجوری بتونیم کمک‌های رو
حالا از طریق سازمان های کمک کننده مثل صلیب سرخ یا جاهای دیگه که میتونن کمک بکنن. اینکه یک فرصتی هست برای اینکه فعالان، روشنفکران روی مسئله دین خیلی دقیقتر، خیلی سریعتر کار بکنن، هرچند که بعضی معتقدن که توی شرایط فعلی مثل همون چیزی که مدام گفته میشه تو شرایط حساس کنونی نباید چیزی بگیم، ولی من فکر میکنم دقیقا این شرایطی که الان پیش اومده بهترین وقتیه که ما واقعیت رو با جوامع خودمون، با مردم خودمون شفاف در بین بذاریم و بگیم که این اصل اون چیزیه که داره اتفاق میفته. اگه اون اسلام ملایمی که گروه های حزب های مختلف میخوان دوباره به شماها بدن، یک روزی دوباره پتانسیل این رو داره که این رو توی خودش به یک نوع شاید شدیدتری هم پرورش بده و این باز میتونه یک راهی باشه که باید روش کار کرد. اینکه بتونیم یک سری از گروه هایی که خانم ها و آقایونی که روانشناس هستند، سیکولوگ هستند، بتونیم یک گروه از اینها رو که بتونن کمک رسانی بکنن، به زبان کردی مسلط باشن تو مناطق، برن و به اون مردم از نظر روحی کمک بکنن، کسایی که واقعا اصلا توی شوک هستن، بچه‌هایی که حتی قدرت حرف زدن رو از دست دادن. یعنی باید روی مسئله مقدار اگه بشه آیا اقداماتی هم شده در این رابطه اینجا؟ تا جایی که من میدونم توی سوئیس گروه های مختلفی مشغول هستن، اونجا هم کمک های نقدی و غیر نقدی جمع میکنن، هم سعی کردن مثلا ارتباط بگیرن، ولی اینکه دکتر یا تنها موردی که من اینجا شاهدش بودم یک خانمی هست که دکتره توی کشور سوئد، دکتر کودکان هست و خودش برگشته، یعنی به صورت انفرادی این کارو کرده. ولی کاری که ما سعی کردیم توی این یکی دو جلسه‌ای که روش کار کردیم بحث بکنیم در موردش اینه که بتونیم یک گروهی از اینها رو حداقل توی داخل کردستان کاری بکنیم که اینها بتونن جمع بشن، به یک طریق به این مردم کمک بکنن، ولی فعلا توی یک حالت بحث و گفتمان و جلسه فعلا باقی مونده. کار خیلی جدی که بگم به صورت عملی تونستیم کاری بکنیم متاسفانه هنوز چی، ولی کمک ها به قول مرحوم همدردی که مردم از داخل شهرهای مختلفی تو قلب کردستان یا کردستان ایران هست، شهرهای مختلف، خانواده هایی که کمک میکنن، عروس هایی که تمام طلاهای خودشون رو میبخشن، حرکت تظاهرات عظیمی بر علیه داعش بوده، اینها حرکت هایی که یک مقدار از نظر معنوی هم اگه اخبار به گوش اون مردم برسه میتونه کمک بکنه. چیزهایی بوده که تا حالا انجام شده اون میزانی که من اطلاع دارم. خیلی ممنون. در آخر اگه صحبتی دارید هم سوالات ممنون از فرصتی که پیش اومد. بالاخره بحث زیادی مقدار بحث ها به قول معروف به خاطر اینکه شاخه های مختلف داره، بحث کودکان، زنان، وضعیت، جنگ، همه اینها بحث ها یک مقدار پراکنده میشه. اگه بشه شاید توی برنامه های آینده مقدار بحث ها رو آدم جدی تر بکنه، تخصصی تر بکنه، مثلا شاید بتونه بیشتر کمک بکنه. ولی همین که فرصت به قول معروف میدیم به امثال کسایی مثل ماها که بتونیم بیاییم و اطلاعاتی که داریم به قول معروف به اشتراک بذاریم با هم دیگه، این خودش برای ما یک دنیا ارزش داره. سپاسگزارم از وقت. خیلی ممنون از حضورتون. ما سعی کردیم به طور عموم روی این مسئله صحبت کنیم، ولی حتما میشه در برنامه بعدی بیشتر روی مسئله مشخص صحبت بیشتری بکنیم. و خیلی ممنون از حضورتون، از اطلاعات رسانتون. ممنونم که در این برنامه شرکت کردید. خدا دعوتتون. خیلی ممنون بینندگان عزیز، از شما ممنون هستیم که با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی، بدرود.